به نام خدا با فصل دوم فرادرس مهندسی ترافیک در خدمتتون هستم دوستان عزیز بنده مجید رضا خوندار هستم این فصلمون رو اختصاص داریم به خصوصیات کاربران راه و خصوصیات وسایل نقلیه اگه بخوایم یه مروری داشته باشیم بر المانهای مختلف یک جریان ترافیک که چه چیزی جریان ترافیک رو شکل میده و اینکه جریان ترافیک از چه بخشایی تشکیل شده به منظور آشنایی با جنبه های علمی و کاربردی ترافیک در خیابان ها و بزرگ راه ها و درک چگونگی تاثیر متقابل این اجزای مختلف یک سیستم ترافیکی میبینیم که آشنایی با این جنبه ها اهمیت خیلی زیادی داره خصوصیات جریان ترافیک تأثیر میگیره به شدت از چه چیزایی از یکی خصوصیات و همچنین محدودیت های هر کدوم از این اجزا که مثل میمونه که مثلا شما دو چرخه میخوایم بسازین مثلا سه تا چرخ دارین و دو تا بدنه شما میتونید دو تا دو چرخه بسازین چون دو تا بدنه دارین نه چرا شما, شما چهار تا چرخ داشته باشین پس این چرخه الان محدود کننده شده درسته و اون بدنه الان محتوی کنن نیست درسته دو تا بدنه داری اما چهار تا چرخ نداره پس یه دو بسازی یک مثالی بود که بگم که هر از این اجزای جریان ترافیک یه خصوصیاتی دارن یه محدودیت هایی دارن این محدودیت ها باعث میشه که جریان ترافیک خصوصیاتش ازش نشعت بگیره مثلا اون مثالی که خدمتون گفتم پنج جزء اصلی در یک سیستم ترافیک هستش که از یه سری موارد تاثیر میگیرن یکی کاربران راه کسایی که از راه استفاده میکنه از یک راه کیا استفاده میکنه رانندگان استفاده میکنن آبران پیاده استفاده میکنه دو چرخ سواران استفاده میکنه مسافران استفاده میکنه یکی از موارد یکی وسایل نقلیه هستش خصوصی و تجاری حالا ناوگان های مختلف که استفاده میکنن و یه بخش دیگه ای از این جریان ترافیک و سیستم ترافیک و ها بزرگراه خود استراکچرش هستش که آزادراه، خیابان، بزرگراه، کوچه، راه مارو همه اینا هستش و یکی دیگه اینه که وقتی یه اتوبانی، یک, یک خیابونی، یک بزرگراه یا آزادراهی احداث میشه، تجهیزات کنترل ترافیک بر روش نصب میشه. مثل تابلوها، مثل چراغها، مثل خط ها مثل اشکال، مثل گارد ها و خیلی چیزای دیگه. و همچنین یک محیط اطرافی هم، حاشیه‌ای هم داره. پس یک سیستم ترافیک از این 5 تا نشأت میگیره. یک محیط اطراف هم وجود داشت که تو اسلاید قبلی من گفتم که اونم روی جریان ترافیک و روی ترافیک تاثیر میذاره که حالا این تأثیر تاثیر تاثیرش پیشرفته و پیچیده تره که محیط چجوری میتونه تاثیر بذاره که اون هم در لابلای صحبت به صورت شفاهی در این فصول خدمت شما به صورت موردی خواهیم گفت. یه سری عوامل بر عملکرد ترافیک تاثیر میذارن و این نقش تاثیر خودشون رو ایفا میکنن مثلا این عوامل خب محیط هستش دیگه که گفتیم در خلال صحبتون آروم آروم بهش میرسید یکی شرایط جویه خب مشخص شرایط جوی مثلا خودتون متوجه میشین دیگه بارون که میاد ترافیک بیشتر میشه برف که میاد دنده سنگین باید آبری زمین یخ میزنه خب اینا پس روی جریان ترافیک تاثیر میذارن دیگه یکی دیگه روشنایی هستش خب دید در روز خیلی بیشتر دید در شب پس برای همین مثلا میگن که حتی سرعت در این جاده در روز 90 در شب مثلا هفتاده در شب 80 خب این هم یکی دیگه از این عوامل هستش تراکم توسعه هستش که مثلا قبلا هزار تا خونه بوده در اطراف یک خیابون الان شده چهار هزار تا خونه پس تو جریان ترافیک تاثیر میذارن ترافیک بیشتری هم ایجاد میتونن بکنن و سیاست های محلی مثل مثلا طرحها مثل دوربین ها مثل کنترل های زوج و فرد مثال کنترل های ترافیک که باز هم روی این جریان ترافیک میتونه تاثیر بذاره که این عواملی که خدمتون گفتیم میتونن به صورت کیفی و به صورت موردی مورد بررسی هم قرار بگیرن و حالا موارد خاص خودشون رو داشته باشن زیربخش اول از قسمت دو یک رسیدگی به تنوع در صورتی که اجزای مختلف سیستم ترافیک خصوصیات مشابهی داشته باشند وظایف یک مهندس ترافیک خب بسیار ساده تر میشه چرا چون به صورت دوپلیکیت هستش و اگه کلیه راننده ها دقیقا به یک شیوه نسبت تجهیزات کنترل ترافیک واکنش نشون بدن باز هم طراحیشون راحت تره ولی خب روان انسانی مقدار ناشناخته است و پیچیده استش بهتر بگیم و برای همون خب مطمئنا ریاکشن های راننده ها دارن نسبت تجهیزات کنترل ترافیک یکسان نیست پس یه مقدار این علم مهندسی ترافیک رو پیچیده تر و خاص میکنه این قضیه خب در مورد ایمنی با راحتی بیشتر چی میتونیم بگیم اگه باز ابعاد وسیله نقلیه وزنشون و خصوصیات عملکردیشون به لحاظ شتابگیری به لحاظ سرعت کمینه و بیشینه سرعت عملکرد ترمزاشون یکسان بودن باز ایمنی با راحتی بیشتری میتونست امکان پذیر بشه و این راننده ها و سایر کاربران را از خصوصیاتی با تنوع وسیع برخوردارن در استفاده از راه استفاده از وسایل نقلیهشون و غیره مثلا با توجه به این تنوع زیاد و تنوع حالا رفتاری و تنوع حالا خود وسایل نقلیه مهندس ترافیک باید راننده محسن راننده 18 ساله یعنی تازه راننده راننده پرخاشگر راننده محجوب و رانندگانی که مثلا در داخل و برون وسایل نقلیهشون دوچار سردرگم حواس پرتی هم هستن خب بعضی اصلا واقعا حواس پرتن اگه با موبایل صحبت بکنه دیگه حواسش نمیتونه جایی دیگه ای باشه یه دیدی مثلا به سمت راست یا به سمت چپ متمایل شد این خیلی طبیعیه شاید حالا بعضی اینجوری نباشن میتونه در آنوای چند تا کار انجام میدن مثل خانم ها ولی خب آقایون و همچنین کسایی که یه مقدار از این بوده روانی ضعیف هستند، شاید نتونن که حواس خودشون متمرکز کنن روی چند تا نقطه و حواس برتی داشته باشن مهندس ترافیک باید همه اینا رو در نظر بگیره یه سری موضوعی خیلی ساده که همه میدونیم مثل عکس در آن واحد مثل مثلا خصوصیات بینایی سرعت پیاده روی و غیره باید به صورت یک مطالعه موردی و آماری و یک توضیح نرمال در بیاد ترافیک از اون نمودارها استفاده کنه برای برآورده و قضاوت مهندسیش و طراحیش که حالا به صورت جنبندی میخوایم بگیم خب راننده مسن راننده 18 سال راننده پرخاشگر راننده محجوب و کسایی که حواس پرتی دارن اینها باید مورد بررسی قرار داده بشن و توزیع نرمال توسط یک تمایل به مرکز شدید باید مشخص بشه در اطلاعات آماری به معنی که اغلب افراد داره خصوصیت هستن که در مشخص قرار میگیرن خصوصیت رفتاری در این توزیع نرمال باید همش پیاده بشه برای مثال اغلب آبران پیاده با سرعتی بین مثلا 9 دهم تا متر بر از ارز خیابون رد میشن در این حال آبران پیاده وجود دارن که سرعتشون کمتر و یا بیشتره حالا یا عمل کرده یا موسن هستش برای همین باید این موضوع رو در نظر گرفت توضیح نرمال نسبت از جمعیت رو که احتمال داره در این محدودا قرار بگیره مشخص میکنه نه خود اون محدود در مشخص میکنه نسبتش هم به ما میده با توجه به این تغییر طراحی سیستم بر اساس میانگین هر کدوم از این مشخص ها روش مناسب و عملی لزوما نمیتونه باشه برای اینکه این مقدار اختلاف هایی هم با هم دارم میانگین ما نمیتونیم از این رفتارها داشته باشیم پس محدوده باید انتخاب بکنیم به عنوان مثال بخوایم بگیم مثلا یک چراغ راهنمایی به گونه ای زمان بندی بشه که میانگین سرعت حرکت آبران پیاده از ارز خیابون منطبق بشه گفت 9 دم تا متر سرعت حرکت آبر پیاده هستش و به این صورت که بود نیمی از کل آبران پیاده که با سرعت کمتر هم قدم میتونن بزنن در معرض مخاطرات میتونن قرار بگیرن مخاطراتی که برای نیمی از آبران پیاده با سرعتی کمتر باشه پس باید ما کمین سرعت رو در نظر بگیریم همیشه باید طراحی محافظه کارانه رو داشته باشیم پس بنابراین اغلب ها با مشخصه 85 درصد یا 15 درصد هماهنگ میشن به طور کلی دوستان مشخصه درصدی مقداری از این توزیع نرمال هستش که درصد معینی از جمعیت خصوصیتی کمتر و یا معادل آن مقدار رو میتونه داشته باشه به عنوان مثال میتونیم در مورد سرعت پیاده روی بود که خدمتون گفتیم که عالی نه دام تایی کنیم بر آبرانی هم هست که کمتر سرعت پیاده رویشون هستش ملاحظات ایمنی ایجاب میکنه که با نیاز آبران کنتر هماهنگ بشیم که این میشه طراحی و برآورد محافظه کارانه و این درستش هستش در علم مهندسی همیشه ما باید این موضوع در جانب احتیاط رو بیایم و رعایت کنیم بنابراین سرعت پیاده روی 15 درصد که تنها 15 درصد از جمعیت کل با سرعت کمتر از آن قدم میزنن مورد استفاده قرار میگیره یعنی بین 15 تا 85 درصد 15 درصد رو در نظر میگیریم در جایی که زمان عکس العمل راننده مورد توجه باشه که 85 درصد رو در نظر میگیریم 85 درصد جمعیت به لحاظ عددی زمان عکس العمل مساوی یا کمتر از این مقدار رو دارند در اون حالت این 85 درصد اعمال میشه چرا چون نباید ما با عکس العمل تند راننده بدیم و طراحی تقاطع انجام بدیم با عکس العمل باید انجام بدیم به صورتی که 85 درصد راننده ها زمان عکس بیشتر هستش 15 درصد حداکثر و حداقل یک توزیع در عمل نماینده مقادیر بسیار نامتعارفه یعنی اون 15 درصد ابتدا نی 0 تا 15 و 85 تا 100 اینا اصلا مواردی نیستن که ما بخوایم روش حساب بکنیم و اصلا طراحیمون رو بر اون اساس انجام بدیم به طور موثر در روش های طراحی نمیتونه این دو تا 15 درصد لحاظ بشه اصلا به طور منطقی هم نباید این کار رو انجام بدیم چرا چون وجود کاربرانی هم هستش که یا 0 تا 15 ان یا 85 تا 100 ان یعنی خارج از محدود 15 تا 85 قرار میگیرن ولی نباید بر اساس وجود این افراد ما بیایم و بررسیامون رو انجام بدیم و طراحیامون رو انجام بدیم با این وجود در, محلهای قابل در ای قسمت های قابل توجیه در این قسمت هایی مشخصه های درصدی بالاتر هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره و همچنین خصوصیت خصوصیات وسیله نقله مگه یکی باشه به صورت گسترده میتونه تغییر بکنه این استفاده و بزرگ راه ها بچه ها به گونه ای طراحی بشن تا با نیاز موتورسیکلت ها انواع خودروهای سواری و دامنه وسیعی از وسایل نقلیه تجاری مثل نافگان عمومی و ناوگان حالا حمل و نقل مثل کامیون ها یدکش ها کش های چند کابینه و غیره باید هماهنگ باشه این طراحی باید به اون صورت باشه پس برای اینکه ما بخوایم در نظر بگیریم به عنوان مثال عرض خط باید با بزرگترین وسیله نقلیه ای که انتظار میره از اون تسهیلات عبور بکنه و استفاده بکنه مطابقت داشته باشه که واقعا استفاده و سرویسابیلیتی از اون مسیر و از اون راه ترافیکی امکان و میسر باشه به واسطه ضوابط عقص گواهینامه و استانداردهای کشوری و اتحادیه‌ای در طراحی وسیله نقلیه و خصوصیت عمل کردی محدودیت‌های عمده‌ای بر روی دامنه خصوصیات کاربران راه و همچنین وسایل نقلیه باید اعمال بشه. پس با این وجود هستش که مهندس ترافیک هنوز باید محدوده وسیع از خصوصیات کاربران راه رو استخراج بکنه تحلیل آماری روش انجام بده و همچنین مورد بررسی و رسیدگی قرار بده نه تنها خود همین خصوصیات کاربران راه بلکه وسایل نقلیه هم باید بیاد و وقتی که اون مسیر میخوان استفاده کنه، از اون راه میخوان استفاده کنن و باید حتما بررسیاش رو روش انجام بده زیربخش دوم از قسمت دو یک از فصل دوممون ساماندهی به تنوع از طریق یک نواختی هستش خب یه خصوصیات یک نواختی هم میتونه داشته باشه که یک قسمتی از امیدواری ما در این قسمت رو حادث شده یعنی اینکه ما میتونیم یه کورس امیدی داشته باشیم پس یک هایی هم وجود داره یک تشابه هایی هم وجود داره که اون تشابه حساب کنیم هرچند مهندسان ترافیک بچه و کنترل ناچیزی بر خصوصیات راننده وسیله نقلی دارند ارتباط مهندس ترافیک در هر راننده دلش بخواد رانندگی میکنه وسیله نقلی میتونه خراب باشه وسیله نقلیه میتونه سالم باشه ترمز ببره هر چیزی مهندس ترافیک نمیتونه روش نقشی داشته باشه اما با این وجود طراحی سیستم های جاده و تجهیزات کنترل ترافیک اصلی ترین بخش مسئولیت حرفه ایش هستش و باید حتما بررسی رو برا برآورداش و قضاوت های مهندسی رو با توجه به علمی که روش انجام بده در هر دو مورد روش های مورد استفاده نیازمند تشابه و همسانی زیادی هستش جاده های با طبقه بندی و عملکرد مشابه مثلا جاده های دسترسی عملکرد مشابه دارن جاده که کنار هم هستن به موازی و در یک مسیر واقع شدن میتونن عملکرد مشابهی داشته باشن چون کاربران راهش یکسان هستن باید ظاهری آشنا راننده ها هم داشته باشن و همچنین تجهیزات کنترل ترافیک مثل گادریل ها مثل خط کشی ها مثل تابلوهای کنترل سرعت تابلوهای بزرگ راه تابلوهای مرکز تفریحی و تجاری و حالا استراتگاه ها مرکز فرهنگی و غیره هر چیزی رستوران ها سالن ها باید حتی امکان متعدل شکل باشن این یه جو سامانده ای هستش و همچنین خب کنترل کنترافیک میتونه چراخ ها باشن چراخ ها در یک مسیری در یک قسمتی افقی نمیشه در ادامه این مسیر مثلا قائم بشه دوربین ها دوربین کنترل سرعت و غیره همه اینها رو شامل میشه مهندسان ترافیک تلاش میکنند تا اطلاعات رو به شگرد های مشابه در اختیار رانندگان قرار بدن از طریق های مختلف هرچند که این ام متضمن عکس العمل های یکسان از روی راننده ها بگیم که نیستش این بند اما با این وجود با علائم و رهنمود هایی که مهندس ترافیک در داخل سیستم میاد طراحی میکنه علائم هم همون علامت ها تابلوها خط کشی ها نوشته ها و غیره معنوس و آشنا هم اگه بشن راننده ها حداقل محدوده رفتارشون محدوده تنگتری هستش یک محدوده کوتاهتری هستش کوچیکتری هستش یعنی اینجوری نیستش که ما به راحتی بتونیم و عکس های راننده ها با توجه که عکس های متفاوت وجود داره هر مقدار هم قضاوت مهندسی ما داشته باشین عکس راننده رو محدود بکنه اما علائم و نشانه ها و هر مدل نوشته و رهنمود ها و تابلوهایی که ما سر مسیر میذاریم اینا هی باعث میشه که رفتار راننده ها به هم نزدیکتر بشه و به محدوده کوتاهتری نزدیک بشن و حالا ما بیایم با این محدوده قضاوت مهندسیمون رو راحت انجام بدیم حالا بریم توی قسمت دیگه بریم در مورد کاربران راه صحبت کنیم دوستان همه میدونن انسان ها به لحاظ رفتار و و روانشناختی موجود پیچیده ای است. دامنه وسیعی از خصوصیات آنها بر فعالیت رانندگیشون تأثیر میذاره. در سیستمی که راننده به طور کامل یک وسیله نقلیه رو کنترلش تو رو دستش داره، یک مهندس ترافیک خوب نیازمند آشنایی کامل با خصوصیات یک راننده هستش یعنی راننده ای که در شرایط کامل عقلی جسمی به سر میبره و کنترل وسیله نقلش هم در دست داره حال مهندس ترافیک میاد این شرایط که شرط ایدال هست رو باید بررسی بکنه و آشنا بشه با خصوصیات یک راننده قسمت عمده ای از کار مهندسان ترافیک شامل یافتن های روشن و های جدید و جذاب برای در اختیار قرار دادن اطلاعات به راننده‌ها می باشه. که ما اومدیم تو اسلاید قبلی گفتیم که خصوصیات رفتاری راننده رو را باید به هم نزدیک بکنیم رفتار راننده‌ها باید در به سال که میگذره یا اینکه در یک مسیر باید به هم نزدیک بشه که دامنه رفتاری خیلی گستردی رو نداشته باشن که بتونیم طراحی خوبی رو روشون انجام بدیم این میتونه روش موثری در عکس های ایمن و مناسب باشه که راننده ها میتونن در پی داشته باشن و عوامل تیزبینی و فرایند عکس العمل بیشترین اهمیت رو در میان خصوصیت راننده دارای باشد دید در رانندگی و عکس العمل زود هنگام در رانندگی برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت هستش خب این دوتا خصوصیت یه فصل مشترکی رو دارن هم عکس العمل هم دید از میدان دید هم یک موضوع روانی هستش هم یک موضوع پزشکیه به لحاظ پزشکی میدان دید چیزی است که شما وقتی به روبرو داری نگاه میکنی از اطرافت هم حرکت هایی رو خواهی دید این میشه میدان دید هر مقدار اگه خدای نکرده کسی مشکل عصبی از مغزش داشته باشه و یا اینکه فشار چشم بالایی داشته باشه فشار بروغ چشمش بالا باشه خب میاد روی عصب تاثیر میذاره و تحت فشار قرار دادن عصب چشم به لحاظ این دوتا موردی که من گفتم میتونه باعث بشه که این عصب آروم آروم میدون دید رو کم بکنه پس کسی که فشار چشم بالا هست و یا مشکل ذهنی اگه داشته باشه اول چیزی که بهش شک میکنه اینه که میدان دیده ضعیف هست خودت نمیتونی تشخیص بدی میدان دیده ضعیفه و اصلا نمیدونی که باید چقدر ببینی که حالا مثلا این میزانی که میبینی فکر کنی که کمه و این یک مشکل رو در رانندگی ایجاد میکنه چرا چون کسی می پیچه جلوی شما و شما فقط داری جلوی تو نگاه میکنی از بغل میدادی ضعیفی داری باعث این میشه که درست اشتباه از اون اما عکس سری نتونی داشته باشی چرا چون ندیدیش که حالا سری آزمایشات و تست های میدان بینایی هستش که یک قسمتش مشکی هستش تو نوارهایی که می‌گیرند که قسمت عصبته قسمت کور چشم قرار داره و غیره و این موضوع موضوع روانی این قضیه هستش که شما حواس پرتیت باعث میشه که تمرکز روی اطراف نداشته باشید اینم یک جنبه دیگه ای هستش پس حالا بریم روی عکس عمل و میدان دید یه مقدار صحبت بکنیم که این فصل مشترکشون میتونیم به این صورت بیان کنیم که در اغلب موارد عکس عمل نشان دادن به علائم رانندگی نیازمند استفاده از است. بینایی شما حس که نداره استشیشم که نیستش که بدونی که الان باید ترمز کنی که میبینی و ترمز میکنی یک مانع و همچنین آشنایی با نحوه دریافت و ارزیابی اطلاعات عامل کلیدی در طراحی جاده ها و تجهیزات کنترلی میتونه باشه شنوایی هم مثل بینایی بچا یکی دیگه از خصوصیات با اهمیتیه که عامل مهمی در فعالیت رانندگی محسوب میشه مشخصه دیگه شما صدای بوغ رو وقتی بشنوید راننده با بوغ به هم علائمی رو میگن و حالا پیام خودشون رو میرسونن خب شنوایی هم پس میتونه مهم باشه مثلا شنیدن بوغ آژیر آمبولانس اورژانس سوت ممتد ترمز ها و غیره همه اینا چیزایی هستن که ما رو آگاه میکنن که یک موضوعی داره اتفاق میفته علیرغم اینکه توجه به این خصوصیات حائز اهمیت هستش هنگامی که راننده هایی که شنواییشون کمه یا ناشنوا هستند گواهی نامه دریافت میکنن هیچ عامل ترافیکی نمیتواند بر اساس علائم صوتی طراحی بشه یعنی هیچ موقع همه علائم ترافیکی چراغ ها تدکشی ها گارد ریل ها فلش ها و غیره تمام اینها بر اساس چی هستش بر اساس قوه بینایی هست شما میبینی و تنها چیزهایی که به شنوایی ارتباط داره هم موارد با جزئی بود که در همین خط اول اسلاید خدمتتون گفتم در گذشته توانایی جسمی هم دارای اهمیت بوده به لحاظ آین نامه. ولی الان دیگه به عنوان پیامد مهم تکامل تدریجی سیستم های خودکار فرمان و ترمز یه جوری شده که دیگه توانای جسمی نیاز نداره شما قرار نیست که از زور بازود استفاده کنید برای اینکه بخوای فرمون رو بچرخونی و عکس العمل سری بخوای داشته باشی حالا دیگه فرمون هیدرولیک شدن ترمز ای بی شدن و سیستم های جدیدتری اعمال شده ولی یه توانای جسمی تو فرق قضیه قرار گرفته پس این خصیصه رو این تکامل تدریجی سیستم های خودکار برای رانندگان مجرب کامیون ها و اتوبوس ها و سایر وسایل نقلی سنگین که قبلا نیاز به زور بازو اینا داشتن برطرف کرد که اگه خاطرتون باشه وقتی میگن راننده کامیون هنوز تو ذهن یک مرد قوی هیکل سیبیلدار میاد که خب باید اینجوری مثلا فرمون کامیونو به چرخونه در صورتی که این دید و این موضوع برای چندین سال قبله که واقعا نیاز به این قضیه بوده حتی راهزن تو راه بوده شاید نیاز داشت که آقا شما مثلا یک هیبتی داشته باشی که سمت ماشینت نیان الان دیگه این قضایی ها برطرف شده و برای اینکه شما عکس عمل خوب داشته باشی نیاز به قوه بینایی خوب داری نیاز به قوه شنوایی خوب داری نیاز داری که میدان دید خوب داشته باشی و زمان عکس عمل خوبی داشته باشی و به لحاظ روانی و روان شناختی شما عالمی باشی که عکس عمل خوبی رو بتونی نشون بدی اینها الان چیزایی هستش که بسیار اهمیت پیدا کرده خب اینو میتونیم ذکر بکنیم که روان شناسی و شخصیت یک راننده یکی از مهمترین عوامل انسانی تاثیرگذار و فعالیت رانندگی می باشد اما با این وجود که حالا خیلی این قضیه رو سختش کردیم سنجش این عامل هم خیلی راحت نیستش که حالا دقیقا شخصیت راننده چجوریه چجور رانندگی میکنه مثلا معلوم نیست تو تستای روانشناسی مثلا از راننده بگیری تست روانشناسی سوال مطرح میکنه من راننده ای هستم که خوب رانندگی میکنم به علائم احترام میذارم و همه میزنم تصوراتی که در عمل ببینید که این اتفاق میتونه نیفته از همین روان آدم رو نمیشه به این صورت سنجشش کرد و شخصیت یک نفر در رانندگی هم همینطور و رسیدگی بهش دشوار رسیدگی به چنین عاملی اصولا از طریق روش های اجرایی و صدور مجوز انجام بشه و اینکه سعی بشه رانندگانی که در فواصل متناوب رفتارهایی نامناسبی داشتن و به شکل بروز تصادف تکرار تخلف و اینا ابراز نموده حذف و محدودشون بکنیم راننده رو که حالا همین نمرات منفی و ضبط گواهی نامه و عدم دادن گواهی نامه و خیلی چیزای دیگه و جریمه های حالا آنچنانی میتونه یکی از این رفتارهایی باشه که این شرط نامناسب رو یه مقدار بهبود ببخشه زیر بخش اول از قسمت دو دو خصوصیات بینایی راننده ها رو میخوایم یه مقدار در موردشون صحبت بکنیم به هنگام مراجعه رانندگان برای عقص اولیه و یا تمدید گواهی نامشون از اونها خواسته میشه که چیکار بکنن آزمایش چشم انجام بدن دیگه حدمه که گواهی نامه رو گرفتن مطمئنا این آزمایش ها رفته هم آزمایش پزشکی و معاینات هستش از آزمایش چشم چرا جنج قوه بینایی مهمترین نقش رانندگی ایفا میکن خب این آزمایش با نظارت اداره راهنمایی رانندگی هستش مراکزی هستش که زیر نظر پلیس راهوره و زیر نظر سازمان نیرو انتظامی هستش یعنی جوری نیستش که شما بری یک پزشک چشم و چشمان مشکل داشته باشه حالا با یه زد و بندی حالا به قول معروف برگت امضا بشه که نقوه بینایی موردی نداره پس پزشکای امین و مراکز امینی رو دارن او که حالا هر استانی هستش و یه بینایی سنج و چشم پزشک معتمدی که فرم مخصوص رو برای اداره راهنمایی رانندگی تکمیل میکنه اونجا هستش که این آزمایشات انجام میشه روش انجام این آزمایش هم به صورتیه که سری تمرین هایی که یک نمودار استاندارد تیزبینی استاتیکی هست رو شما باید قرائت بکنید که حالا شما دیدین هم درشت داره هم کوچیک داره که با توجه به اینکه چشم شما کدوم یکی از این علائم رو میتونه ببینه از راه دور و مشخص میکنید که به چه صورتی قوه بینایی شما هستش که هر مقدار که شما بتونید این علائم های کوچیک در تشخیص بدی یعنی تیزبینی بیشتری رو در حالت سکون دارید پس این قوه بینایی استاتیکی هستش که چکش میکنه یعنی در حالت سکون عوامل دید در رانندگی علیرغم اهمیت تیزبینی استاتیکی این خصوصیت تنها عامل دید مطرح در فعالیت رانندگی محسوب نمیشه ما خصوصیت دید دینامیکی هم مد نظرمون هستش دیگه بسیاری از عوامل ارائه شده در جدول اول از فصل دوممون بیانگر طبیعت دینامیکی فعالیت رانندگی بوده و این واقعیت رو منعکس میکنه که اکثر اشیای رویت شده به وسیله رانندگان نسبت به چشمان راننده در حرکت نسبی هستن حرکت نسبی یعنی شما داری حرکت میکنه اونا هم دارن حرکت میکنن ولی خب خیلی وقتا هستی که چون شما داریم با هم حرکت میکنی انگار اون نقطه نقطه استاتیکی و دید استاتیکی هستش پس بس بسیاری از این اشیاء برای شما تو حالت دید استاتیکی قرار میگن چرا چون حرکت نسبی داریم اما دید دینامیکی هم اهمیت خاص خودش رو داره پیش نیاز صدور یک گواهینامه رانندگی تیزبینی استاتیکی. همین که گفتیم که شما میریم یه مرکز ماینه چشم که معتمد اداره و سازمان راهنما رانندگی هستش و پلیس راهور هست تیزبینی استاتیکی رو چک میکنن و تنها یکی از عوامل متعدد در دید هستش پس فقط این نیستش که شما از دور بتونی اون علائم بینایی رو تشخیص بدی به خاطر اینکه علائم دیگه ای هم وجود دارن میدان دید شاید شما در روبرو خوب ببینید اما میدان دید ضعیفی رو داشته باشی این یکی از عوامل میتونه باشه خب میدان های دید حالا همین صحبت کنیم در شکل اول سه میدان دید متمایز که هر کدام در فعالیت رانندگی حائز اهمیت هستن نشان داده میشه که حالا بهش خواهیم رسید جدول اول که قولش داده بودیم در مورد عوامل دید در فعالیت رانندگی هستش خب عامل دید انواع عوامل دید بچه‌ها و تعریف و نمونه از فعالیت رانندگی مرتبط یعنی چی یعنی نه تنها تیزبینی استاتیکی که فقط توی ماینات پزشکی در اداره راهور بررسی میشه یا در حالا مراکز و کلینیک های چشم پزشکی که معتمد سازمان در واقع راهنم داره تعیین میشه و بررسی میشه بلکه خیلی چیزهای دیگه مثل تطابق سازگاری حرکت زاویه حرکت در عمق رنگ میدان دید همه اینا هم باید بررسی بشی و چک بشه و به خاطر اینکه حالا خیلی قیمت های بالایی پیدا میکنه و شاید زمان باشه شاید خیلی نیاز به تجهیزات خاصی داشته باشه و سخت باشه برای همین خب دیگه از انجام این در هنگام گواهی نامه سعی نظر کردن و حالا اومدن گفتن که همون استفاده از آزمایش تیزبینی استاتیکی یعنی اینکه شما یه اشیاء کوچیک رو از دور تشخیص بدی کفایت میکنه و حالا بقیه آزمایش هم به نوعی میتونه در دل اون آزمایش باشه مثل اونه که مثلا در فرادرس مسائل ساختمانی من گفتم وقتی بتون قوی باشه به لحاظ مقاومت فشاری بقیه چیزهاش هم میتونیم بگیم تقریبا خوبه این یک قانون نانوشته در مهندسی هستش در مهندسی ترافیک هم میتونیم بگیم وقتی تیزبینی استاتیک مناسب باشه یعنی چش بقیه هم تقریبا میتونیم بگیم که موردی نداره و در حد مطلوبی مطمئنا قرار داره حالا یکی از عواملی تطابق بود دیگه تغییر در شکل عدسی چش برای متمرکز کردن تصاویر در کانون اینکه عدسی گشاد و تنگ بشه یک چیز غیر ارادی از بعد این اتفاق بیفته برای اینکه این, این گشاد تنگ شدن باعث میشه که در کانون و در پشت زن بیاد و قرار بگیره همه تصاویر این عدسی این کار رو انجام میده خب تطابق یکی از آزمایشاتی هستش که میشه رو عدسی انجام داد خیلی از چشم‌ها حالا به این شرایط خدادادی مجهز هسته خب کجا تو رانندگی به درد میخوره تغییر تمرکز دید از نمایشگرهای داشبورد به سوی جاده ها سریع تصاویر در میدان های مختلف عوض میشن بعد از باید سریع جابجا جا بشه تیزبینی استاتیکی هم که گفتیم تستش انجام میشه خب یک مواردی به صورت ای انگلیسی هستش اشیایی که دور نشون میدن بزرگتر هر مقدار بتونید شما این اشیاء رو به صورت تشخیص بدین پس قابلیت بالاتری چشمتون در تیزبینی استاتیکی داره توانایی دیدن جزئیات کوچک به صورت واضح که از تیزبینی استاتیکی و نمونه از فعالیت رانندگی مرتبط خواندن علم ترافیکی از فواصل دور میتونه باشه سازگاری تغییر در حساسیت نسبت به شدت های مختلف نور و نمونه از فعالیت رانندگی مرتبط سازگاری با تغییرات نور به محض ورود به تونل به تونل وارد میشیم به یک پلی وارد میشیم در واقع زیر پل شاید تاریک بوده روی پل شاید روشنتر باشه به لحاظ اینکه روش دیگه طبقه ای قرار نداره و غیره حرکت زاویه یکی از مشخصه های دیگه بینایی هستش مشاهده اشیایی که از عرض میدان دید ما عبور میکنند پس چشمم باید به این صورت حرکت آونگی شما در نظر بگیرید که بعد چشم ما واکنش نشون ریاکشن نشون بده نمونه از فعالیت رانندگی مورد تشخیص سرعت وسایل نقلیه که مسیر راننده رو قطع کنند هستش حرکت در عمق تعریفش چی حرکت در عمق اصلا چیه تشخیص تغییرات به وجود آمده در اندازه تصویر در معرض دید هستش و نمونه از فعالیتش که در رانندگی ما میتونیم مسلاقش رو بگیم تشخیص سرعت وسیله نقلیه نزدیک شونده هستش نزدیک شونده یعنی چی یا داره به شما نزدیک میشه یا اینکه رو ترمز زده شما هنوز رو ترمز شما داری بهش نزدیک میشی این حرکت در عمق هستش یعنی شما داری به یک مانعی نزدیک میشی اینو باید چشم شما تشخیص بده و سریعا باعث ریاکشن شما بشه و همچنین رنگ ها تمایز بین رنگ های مختلف که اگه وجود نداشته باشه اسمش کور رنگی میذارن که برای این مورد در خانم خیلی قوی تر هستش که تشخیص رنگ چراغ و رانندگی تشخیص رنگ تابلوها تشخیص حالا رنگ هایی که مورد نیاز هستش در رانندگی میتونه مصداق این شرایط باشه باز چیز دیگه ای هستش حساسیت به اختلاف شدت زندگی، رویت اشیایی که درخشندگی آنها با زمینه مشابه هستش یه وقتهایی هستش که یک اشیایی روی پس زمینه است که جفتشون تک رنگن به یک رنگ هستن و آیا چشم ما میتونه این اشیا رو تشخیص بده از پس زمینش یکی از قدرت بینایی هستش تشخیص آبران پیاده با لباس های تیره در شب که شما درست شب تاریک هستش لباس هم تیره هستش ولی باز هم تشخیص این حجم بدن در اون پس زمینه تیره یکی از قدرت است که راننده باید داشته باشه واقعا هم یکی از عواملی هست که باید چک بشه در رانندگی درک عمقی تخمین فاصله اشیا تخمین بزنید که چه میزان دیگه ما بهش با این سرعت فعلیمون میرسیم هست؟ میتونه عامل کنترل سرعت بشه سبقت در راه های دو خطه با ترافیک نزدیک شونده از روبرو رو. شما بگی که این سبقت رو دارم میگیرم فاصلا با مثلا کامیونی که از روبرو رو با شاخ به هستم مثلا 500 متره ولی همون لحظه سریعا ذهن شما با توجه به فرمانی که چشم میده یعنی منظور این که اون اطلاعاتی که چشم داره به مغز میده تشخیص میده که با این سرعت و حتی با یه مقدار گاز بیشتر شما با 200 متر این سفت رو میتونید طی بکنید ولی 500 متر فاصله دارید ولی از طرفی هم اون کامیون هم داره به شما با همون سرعت نزدیک میشه خب هم باید در نظر بگیرید 200 متر هم اون طی میکنه پس 100 متر باز همین فاصله میمونه که تصادفی اتفاق نیفته این درک عمقی میشه تیزبینی دینامیکی توانایی رؤیت اشیایی که نسبت به چشمتون در حالت حرکت نسبی هستن خواندن علائم ترافیکی در حال حرکت هستش دیگه استاتیک یعنی اینکه شما و اون اشیاء نسبت به همدیگه حرکتی ندارین یا با یه سرعت دارین حرکت میکنین یا اینکه شما وایساده اونم وایساده مثل مثلا تو کلینیک چشم پزشکی شما رو صندلی نشستی و از دور داری یک اشیایی رو سم میگی که اون ای به سمت چپ راست بالا یا پایین هستش اما تیزبینی دینامیکی یعنی یه چیزی نسبت به چشم شما در حال حرکته یا شما داری حرکت اون ساکنه یا شما ساکن اون داره حرکت میکنه میشه تیزبینی دینامیکی چرخش چشم نشونش و پوزیش تغییر جهت از نگاه ممتد هستش و مستاقش در رانندگی بررسی محیط جاده برای اطلاع از اتفاقها و خطرات حساسیت به تابش خیره کننده به چه دردی میخونه توانه یه چشم مشخص میکنه در برابر مقاومت و تجدید توازن از اثرات تابش خیره کننده یه موقعی هستش که مثلا آفتاب تنده و شاید آسفالت بخوره و تابش پیدا بکنه و خب اینکه توازن در چشمت ایجاد بشه در کسری از برای اینکه با این نور خیره کننده مقاومت بکنه و کجا به کار میاد کاهش عمل کردید به علت تابش خیره کننده چراغ جلو که بیشتر در این حالت مثلا در شب هستش اگه جادهای دو طرفه باشه اگه جادهایی باشه که دو تا باند این طرف و اون طرف از هم خیلی جدا نشدن نور بالای چراغ جلو ای که مقابل داره میاد یا ای که از پشت داره چراغ زده نور بالا زده میتونه خیلی اذیت کنه دید پیرامونی یکی دیگه از موارد هستش مثلا مشاهده یک دوچرخه در حال عبور از سمت چپ در واقع این دید پیرامونی میتونه باشه و یکم دورتر از میدان دیده همون میدان دیده ولی یکم بازتر از میدان دید هستش مخروط دید تیز یا آشکار سه تا 10 درجه پیرامون خط دید خط دید میشه خط مستقیم سه تا ده درجه پیرامون اگه باشه این دید تیز هستش علائم تنها در این میدان دید محدود قابل خواندن هستن اگه نسبتا آشکار در نظر بگیریم 10 تا دوازده درجه هستش که واقعا این مقدار از خط دید دیگه فاصله میگیره رنگ و شکل در این میدون دید قابل تشخیص هستند یعنی خیلی کناره های دید هستش اینجا و رنگ ها تشخیص داده میشه خیلی شما نمیتونی علائم رو نگاه بکنی و دید جانبی یا پیرامونی همونی که مثلا دوچرخه میخواد از کنار تو بور بکنه این میدان ممکن است تا بیش از 90 درجه در چپ و راست محور مردمک چشم و بیش از 60 درجه در بالا و 70 درجه در پایین خط دید گسترش پیدا بکنه اشیاء ساکن اومد در میدان دید جانبی رویت نمیتونن بشن که باید حتی دینامیکی باشن که ما بتونیم تحرکشون رو رصد بکنیم اما حرکت اشیاء از طریق این میدان میتونه نمایان باشه حرکت اشیاء اشیاء ساکن نه ولی حرکتشون قابل رویت میتونه باشه خب این شکلی که قرش داده بودیم شکل اول تصویر میدانهای دید رو شما داریم مشاهده میکنید دید جانبی 120 تا 80 70 درجه گفتیم که در جایی هستش بالاتر از این خط گسترش و مخروط دید تیز گفتیم که بین 2 3 درجه تا 10 درجه هستش حدوداً در این محدوده علائم و در واقع تابلوها قابل دیدن هستن و در محدوده نسبتا آشکار 12 تا 10 درجه ای که این محدوده هستش اینجا رنگ بیشتر قابل تشخیص هستن که جفتشون میدان دید قرار میگیره که در اسلاید قبلی توضیحش رو خدمتتون گفتیم میدان های دید فوق برای یک فرد ساکن تعریف میشه به عنوان مثال هنگامی که سرعت افزایش پیدا میکنه میدون دید جانبی محدود میشه چرا چون تمرکز روی خط جلو بیشتر میشه چرا چون سرعت بیشتره یه ترسی وجود داره برای تصادف پس میدون دید یه مقدار محدود میشه در سرعت 32 کیلومتر بر ساعت به 100 درجه هستش میدون در واقع دید جانبی نهایتش ولی اگه مثلا بشه 96 کیلومتر بر ساعت تمام سه برابر بشه 60 درصد و یا به عبارت دیگه 60 درجه میدون دید جانبی کاهش پیدا میکنه پس به سرعت خیلی وابسته هستش پس دورنمای راننده بسیار پیچیده است به سرعت میتونه تغییر بکنه هنگامی که دیگر وسایل نقلیه و اشیاء ساکن نسبت به راننده و یکدیگر در حرکت نسبی باشند اندازه اشیاء نزدیک شونده بزرگتر به چشم میاد این یه قانون دیگه هستش راننده معمولی به صورت ذاتی اطلاعات دید موجود رو بررسی میکنه و خط مش مناسب برای تصمیمات رانندگی رو انتخاب میکنه پس قدرت های بینایی نه تنها تیز استاتیکیه بلکه تمام این چیزایی که در جدول اول خدمتتون گفتیم هستش براننده ها به صورت ذاتی یا به صورت فطری میان و غریزی بهتر بگیم میان و چک میکنن و در کسری از تصمیم گیری میکنن با توجه به تمام اطلاعاتی که چشم به از اطراف جمع میکنه از میدان های دید از نمم تیزبینی استاتیکی تیزبینی دینامیکی مقاومت به نورهای خیره کننده و با های نور گشاد تنگ شدن و تمام این اطلاعات با هم جمع میشه و منجر میشه میدان های دید برخی از شیوه های مهندسی ترافیک و کارای آنها رو تحت تاثیر قرار مثلا علائم ترافیکی به ای درون دید دید آشکار باید قرار داده بشن که بدون نیاز به تغییر خط دید راننده قابل خوندن باشن یعنی ما نباید مثلا از جلو قافل بشیم و یک تابلویی که در جایی قرار میگیره که خیلی باید چشممون رو به چرخونیم رو بخوایم بخونیم و این باعث میشه که کلا خط دیدمون نسبت به خط مستقیم خیلی انحراف پیدا کنه و باعث ایجاد تصادفات جبران ناپذیر و ناگواری حتما میشه پس به همین علت این علائم معمولا درون یک دامنه ده درجه ای از خط دید مورد انتظار راننده قرار می گیره که فرض میشه با محور جاده در یک امتداد قرار می گیره. شما در لاین اول دوم سوم یا چهارم یک مثلا آزادراه قرار گرفتید بعضی وقتها آزادراه دو بانده هستند تابلوها جوری باید نصب بشن که شما یا در باند اول یا در باند دوم یا سوم یا چرا حالا هر باندی خط دیدت با خط کشی طولی و امتدادی ای کفه یکسان هستش یعنی تو یک امتداده پس تابلوها رو در ده درجه ای نسبت به این خط میان و نصب میکنن چرا چون دید آشکارم اگه خاطرتون باشه بین 10 تا دوازده درجه بود و تیزبینی هم بین دو سه درجه تا ده درجه بود پس ده درجه یک عدد نرمالی هستش که مناسبه و واقعا چشم ها میتونن تشخیص بدن و جزء میدان دید میاد واقع میشه و قرار میگیره که در این ده درجه گفتیم علائم قابل مشاهده و قابل تشخیص و قابل رسد هستن توسط چشم ساله زیر دوم دو از قسمت بینایی میشه نارسایی های مهم دید حالا خب مطمئنا تمام چشم ها و چشم رانندگان همه این توانایی ها و قابلیت ها روی که نداره خب این همه که عینک استفاده میکنه این همه کوررنگی رنگی دارن همه افرادی هستن که مشکلات چشمی دارن عصب چشمشون مشکل داره همه اینها خب اونها یا نمیتونن رانندگی بکنن تمهیدات مهندس ترافیک برای این دست از افراد چی میتونه باشه و چی رو براشون تدارک دیدن این مهندسی رفتار و عملکرد راننده تحت تاثیر قرار میگیره با برخی از مسائل مرتبط یا ارتباط داشته باشه مسائل مرتبط با بینایی چرا چون اگه یک تابلوی رو نبینه یک رنگ درست تشخیص نده یک مانعی رو مشاهده نکنه خب رفتار و عملکرد راننده و ترمز کردنش نمی و نمیدونم عکس عمل نشون دادنش همه اینها خب تحت شعا قرار میگیره دیگه مطمئنا نه وجود داره در بیشتر موارد رانندگان تحت تاثیر نارسایی های مختلف دید به رانندگی کماکان ادامه میدن مگر دیگه شرایطی به گونه ای بشه که دیگه یک ناتوانی شدید در بینایی به وجود بیاد معمولا این که دید مناسب رو در رانندگی داشته باشیم توسط راننده ها خیلی مد نظر قرار نمیرس که یک موضوع بسیار بسیار مهمی هستش مگر اینکه دیگه واقعا راننده تشخیص بده که حتی فقط میتونه جلوی ماشینش رو ببینه و هیچ چیز خاصی دیگه مشاهده نمیکنه و این رانندگی بسیار ناایمن و بسیار آن رو به اصطلاح لغوی درک بکنه خودش یعنی بیاد بگه کم واقعا دیگه نمیتونن به این صورت رانندگی بکنن شما میبینید کسایی که حالا در معنا فامیل هستن که در شب میگن ما رانندگی نمیکنیم چرا چون جاده رو در شب نمیتونن ببینن درست و اذیت میشن دید مناسبی ندارن برای همین خب این راننده ها در اون شرایط دست میکشن از رانندگی و انجام نمیدن این کار رو برخی از متداول ترین مسائل که این مشکلات بینایی و نارسایی های مهم بینایی هستش و جا که دوست اسلاید قبلی گفتیم یکی آب مورواریت هستش که قابل درمانه خب این که بیشتر بحث های پزشکیه ولی مطمئنا خب روی دید و روی زاویه در میدان دید و روی تیزبینی ها تأثیر گذاره آب سیاه که موجب خدای نکرده کوری تدریجی هم میشه خب حالا اینا شناخته شده هستن خدا رو شکر و قابل درمان هستن نارسایی های جانبی یکی دیگه از این عوامله ناهماهنگی مایچه های چشم یکی دیگه از این عوامل میتونه باشه نارسایی های عمق تشخیص و کوررنگی ها باز یکی دیگه از این عوامل میتونه باشه مثلا کوررنگی ها راهندگانی که برای اصلاح هر یک از این مسائل جراحی چشم انجام میدن ممکن است به صورت موقت یا دائمی دچار اختلال هایی هم بچا بگم تو پرانتز که بشه کوررنگی های در واقع رانندگان دوچار های ددید به صورت موقت یا دائمی میشه چه کوررنگی چه حالا عملایی که انجام بدن که کوررنگی رنگی حالا تا نوعی قابل درمان هستش ولی کلا عملهای جراحی که انجام میشه روی چشم دقت کنید که یک در واقع نیم هایی رو به صورت سفید و به صورت که روزنه هایی داره نور به تدریج به چشم میرسه رو قرار میدن روی چشم و استراحت دائم به چشم میدن بعد از اون میگن که باید استفاده از چشم انجام بشه و خب تا یه مدت رانندگی واقعا دچار خلل میشه نه رو انجام داد و بیماری های دیگه مثل دیابت که واقعا مرض قند دیابت میگم مادر همه بیماری است دیابت باعث ایجاد خیلی مشکلاتی در بدن میشه قند بالا کلیه رو میتونه خراب بکنه میتونه باعث نارسایی قلبی بشه میتونه روی دید خیلی تاثیر بذاره میتونه روی خوب نشدن عفونت ها تاثیر زیادی بذاره روی عفونی شدن بدن تاثیر بذاره و خیلی چیزای دیگه این بیماری ها میتونن روی دید تاثیر بذارن که دیابت صورت عدم کنترل اثرات منفی میتونه رو بینایی داشته باشه برخی از آرزه ها بچا نظیر آب مربارید و آب سیاه در صورت عدم درمان میتونه به کوری منجر بشه یه یعنی در مورد کور رنگی صحبت بکنیم کور رنگی لزوما بدترین آرزه محسوب نمیشه بچا کور رنگی یک شرایط و یک ویژگی چشم و تشخیص یک فرد هستش لزوما یک عامل منفی به حساب نمیاد مثل اینکه یک نفر مثلا قابلیت حفظ شماره تلفن ها رو خیلی نداره یا مثلا لغات زبان به فرض خیلی خوب نمیتونه حفظ بکنه خب این یک مشکل و یک ایراد محسوب نمیشه تواناییش به این صورت هستش ولی شاید در مسئله تحلیلی در کارهای دیگه یا مثلا در قابلیت های دیگه در توانایی های استنتاج و خیلی چیزای دیگه که توانایی ذهنی از قوی باشه کور رنگ هم همینطوره یعنی اگه کور رنگ شدید باشه آره و حتی حتی درمان بشه واسه اما کور رنگ هایی که خیلی همون داریم و نمیدونیم یک ایراد محسوب نمیشه یک شرایط محسوب میشه لزوما معمولا مشکلات متعددی رو اگه کور رنگ شدید باشه میتونه بر راننده ها ایجاد بکنه به خاطر اینکه رنگ یکی از ابزارهای مهم برای اطلاعاته مخصوصا مهندسی ترافیک مثلا ما توی فصلی در مورد رنگ ها صحبت میکنیم که میگیم مثلا تابلوها چه رنگی هستند رنگ های مختلفشون طرح مختلفشون میای و صحبت میکنیم که رنگ با رنگ فرق میکنه مثلا یک رنگ با یک نوشته یک رنگ نوشته و یک پس زمینه یک معنی رو داره و یک تابلو با یک رنگ دیگه و پس زمینه دیگه و یک رنگ نوشته های دیگه یک معنی دیگر داره اینا با هم من یکسان نمیتونم باشه یکی از شایع ترین نوع کور رنگی میتونه ناتوانی در تشخیص تفاوت بین سبز و قرمز باشه که کور شدیدی هستش در حالتهایی هست که این کور رنگی در درجه های بالاتر قرار داره که اثرات نامطلوب بر ایمنی در چراغ های راهنمای رانندگی در تقاطع ها میتونه بذاره که چنین این اگه چراغ قرمز رد میکنن و در تقاطع یا تصادف هایی مواجه میشن یا اینکه تقاطع قفل میشه این حالت میتونه وجود داشته باشه برای اینکه این مشکل رو یه جورایی حالا بیایم اصلاحش بکنیم یه جورایی بیایم حلش بکنیم یه مقدار رنگدانه های آبی به چراغ های سبز اضافه میکنیم و یه مقدار رنگدانه زرد به چراغ قرمز ایجاد میکنیم این دلش هم به این ترتیب تشخیصشون توسط رانندگان مبتلا به کوررنگی ساده تر میشه این یکی از عوامل میتونه باشه پس با این حالت میان در مهندسی ترافیک مقدار کورنگی رو موضوع کوررنگی رو اصلاحش میکنن برای اینکه خب کوررنگی بیشتر نمودش توی چراغ را همون رانندگی و در قسمت های دیگه خیلی کورنگی مد نظر نیستش علتش هم این هستش که خب تابلوها بیشتر نوشته ها شاید مهم باشه شاید بگیم تابلو اگه قهوه‌ای رنگ باشه مراکز تفریحی رو نشون بده مراکز مثلا حالا شاید مذهبی نشون بده یا مراکز خدماتی و رفاهی رو نشون بده اگه تابلو سبز باشه مثلا آزاد را و آبی باشه بزرگراه ولی خب شما در نظر بگیرید که نوشته ها روش مشخصه اگه طرف کو رنگی هم داشت و این رنگ ها رو درست نتونه تشخیص بده باز هم رو نوشته هاش که از نوشته رو که میتونه بخونه و مهم هم نوشته هایی هست که رون تابلا نوشته اما چراغ زرد و سبز و قرمز راه رنگی بسیار مهمه مثلا در منطق شهری اگه تقاطع هم شروع باشه یه اهمیتش خیلی بالا هستش اما این رنگ باعث میشه که افرادی که به کو رنگی مبتلا هستن دیگه در این شرایط عمل کرده بهتری رو داشته باشن همچنین موقعیت رنگ ها در فانوس های چراغ راهنمایی رانندگی استاندارد شده که حالا خدمتتون میگیم که مثلا در فانوس های قائم رنگ قرمز در بالا رنگ سبز در پایینه خب این یک قانون باید باشه تا یک راننده که حتی کور رنگ هستش میاد و میبینه که چراغ بالا روشنه بدون که قرمز حتی اگر رنگ قرمزش رو تشخیص نده که گفتیم با رنگدان قضیه حل شد و اینا رو باز جلوتر میایم میگیم که ترتیب چیدمان چراغ راهنمای رانندگی به چه صورتی هستش کجاها میاد قرار میگیره در فانوس افقی رنگ قرمز در سمت چپ رنگ سبز در سمت راسته خب اینا قراردادهایی هستن که میتونن به رواندهایی که و رنگی دارن سری موارد رو گوش زد بکنن نمایشگرهای پیکانی ما داریم همون فلش ها هستن که سبز و قرمز و زرد هستن ولی به صورت فلش هم به صورت چراغ چشمک زن میتونه باشن میتونه به صورت چراغ ثابت باشن که دائم روشن و یا خاموش باشن که به صورت جداگانه در یک فانوس چراغ راهنمای میاد و قرار میگیره و در یک فانوس و یا اینکه در یک فانوس چراغ راهنمای راندگی مختلط در پایین و یا در سمت راست اون فانوس های نمایشگره که اینا رو میگم بچا الان من به صورت مقدمه دارم بهتون میگم الان تو فصل مرتبط با چراغ راهنمای کامل میام رو باز میکنم براتون که به چه صورتی هستش دقیقا این فانوس ها این فلش ها و غیره زیر بخش سوم از این قسمت بینایی و عکس عمل زمان مشاهده و زمان عکس عمل هستش بچه ها. که حالا شما قدرت بیناییتون باید منجر به یه چیزی بشه بر دیگه برای چی میگیم ما قدرت بینایی برای اشیاء نزدیک شونده یا مثلا بقیه چیزها رو باید داشته باشیم میدان دید اینجوری باشه برای اینکه عکس عمل بتونیم تو رانندگی نشون بدیم از سانحه جلوگیری بکنیم دومین خصوصیت بسیار مهمه یک راننده که اولیش قدرت بیناییش بود تیزبینیش بود دومی خصوصیتش زمان مشاهده و زمان عکس عمله یا پی آر تی هستش که دو تا فرایند متفاوت از راننده ها در طی زمان مشاهده و زمان عکس عملشون هستش فرایند اول دریافته یک شی یا وضعیت نگران کننده در میدان دید راننده ثبت میشه رصد میشه توسط راننده و راننده از روی آگاهی متوجه چیزی میشه دیده یا میدونه چه اتفاق داره میفته یک نفری هستش که از میدان دید مثلا بیابون که در کنار جاده هستش داره میدوه و وارد جاده میشه شما تو میدان دید میبینی و آروم آروم شاید پا تو از رو گاز برداری و ترمز نزدیک بکنی که بگی که شاید این نفر هر اتفاقی که براش شاید یه دفعه تو جاده وارد بشه دستوری که شاید نخواد تو جاته وارد اما شما این جانب احتیاط رو رایت میکنی و ثبت این اطلاعات دید دینامیکی رو چشمت انجام میده و این میشه مرحله دریافت که همکنون نیازمند یک واکنش میتونه باشه و مرحله بعدی شناسایی هستش راننده اطلاعات کافی پیرامون شی یا وضعیت رو به دست میاره تا ملاحظات یک واکنش مناسب رو ذهن و مغزش تصویب بکنه و اگه نیاز به اون واکنش و عکس عمل باشه حتما در کسری اسانی اکسالعمل عمل انجام بشه پس این دوتا فراین و دوتا مرحله بسیار مهمی هستش که در این زمان مشاهده و زمان عکس عمل وجود داره مقادیر طراحی نظیر همه خصوصیات انسانی با تغییرات عوامل دیگه نوع و پیچیدگی رویداد درک شده و شرایط محیطی در زمان انجام عکس عمل و واکنش زمان مشاهدش و عکس عمل هم به صورت گسترده به رانندگان تغییر میکنه یعنی هر مقدار که این شی پیچیده تر باشه هر مقدار که آگاهی راننده بالاتر باشه شرط محیطی در زمان واکنش بهتر رسد بشه و اینکه قدرت دید و دریافت بهتر راننده داشته باشه و زمان مشاهدهش و زمان عکس هم خب فرق میکنه برای یک راننده شاید نیم ثانیه باشه برای یک راننده شاید دو ثانیه باشه این عکس و همچنین زمان مشاهدهش هم در روز شب و قدرت بینایی های متفاوت متفاوت هستش پس انتخاب مقادیر طراحی برای کاربردهای مختلف باید حتما لحاظ بشه بازم داریم میگیم که این گستره هم گستره های متفاوتیه برای رانده های متفاوت پس باید این موضوع هم در نظر داشته باشیم و فقط این رو نگیم که از زمان عکس کسری از ثانیه زمان مشاهده هم مثلا یک ثانیه اینجوری نباید دیده بشه بازم توضیح نرمال در این زمینه هم که هم که گفتم وجود داره دستورالعمل آشتو که برای ایالات متحده هستش بر مبنای برخی مطالعات تحقیقاتی برای اقلاع محاسباتی که شامل عکس العمل ترمزهای باشه مقدار 2.5 ثانیه رو در نظر گرفته 2.5 ثانیه چیزی هستش که واقعا دیگه این زمان عکس العمل های ترمزها که میانگین دیده شده که همه راننده ها میتونه یک ثانیه 2.5 ای رو تقریبا دیگه داشته باشن برای همین تو آیین نامه دو 2.5 رو به کار برده اینجوری فرض میشه بچا که این مقادی به طور تقریبی یک مشخصه 90 درصدیه یعنی 90 درصد راننده ها میتونن این شرایط رو داشته باشن به این معنی که 90 درصد رانندگانی زمان پیارتی برابر یا حتی سریعتر از 2.5 ثانیه رو خواهند داشت همونطور که گفتم یعنی 90 درصد راننده ها دو ثانیه یک و نیم ثانیه یک ثانیه نیم ثانیه دو دو ده هم یا نهایتا دو نیم هم. ده درصد راننده راننده هستن که شاید سه ثانیه 4 ثانیه این زمان عکس در پرموز طول بکشه خیلی کمتره برای این عدد دو نیم ثانیه پذیرفته شده حتی ما توضیح 85 درصد گفتیم مثلا دو شاید دو دهم ده ثانیه باشه اما چون بخوان روندش بکنن دو نیم گفتن که اصلا 90 درصد راننده ها و جامعه آماری رانندگان رو تحت پوشش قرار دادن دو نیم کامل قابل اعتمادی هستش که حالا با توجه به این زمان اشیا رو طراحی میکنن تابلا رو طراحی میکنن دوربین ها رو طراحی میکنن مانه ها رو طراحی میکنن یعنی این مسافت ها رو با توجه به سرعت و اون دو نیم ثانیه میان و چک میکنن